حکایت جالب 40 دروغ چوپان به شاهزاده خانم. در روزگاران قدیم پادشاهی بود که دختری دانا و مهربان داشت. دانایی و مهربانی دختر زبانزد خاص و عام بود. به همین خاطر خواستگاران زیادی داشت. هر روز سیلی از خواستگاران می آمدند و بدون نتیجه بر می گشتند. باز هم روز به روز به خواستگاران افزوده می شد. هر کس به طریقی می خواست با دختر پادشاه وصلت کند، چرا که او هم دختر پادشاه بود و هم از نظر دانایی و مهربانی در تمام ولایت لنگه نداشت. پادشاه برای خواستگاران شرطی را پیشنهاد کرده بود. هر کس شرط را به جا می آورد می توانست داماد پادشاه شود. شرط شاه این بود که هر کس بتواند 40 دروغ مثل زنجیر به هم پیوسته بگوید، دخترش را به عقد او در می آورد. خواستگاران زیادی از راه های دور و نزدیک آمدند و دروغ های زیادی سر هم کردند. حتی بعضی ها به جای 40 دروغ 140 دروغ و بعضی ها 1040 دروغ هم گفتند. ولی دروغ‌های آنها مثل زنجیر به هم پیوسته و مربوط نبود. دروغ‌های آنها مثل کوزه 40 تکه شده‌ای بود که هیچ تکه‌اش با تکه دیگرش جور در نمی‌آمد. روزی از روزها دختر پادشاه برای شکار به جنگل رفت. چوپانی هنگام شکار دختر پادشاه را دید و از چابکی و زرنگی او در شگفت ماند. او با خود گفت: چه دختر زرنگی، لنگش شاید در دنیا پیدا نشود. دختر پادشاه با اسب به دنبال آهو میتاخت. او آنقدر تاخت تا اینکه از دید چوپان گم شد. چوپان که غرق تماشای دختر شده بود به خود آمد و گفت: ای وای، خوابم یا بیدار. بعد در گوشه نشست و به فکر فرو رفت. مدت زیادی از این جریان نگذشته بود که یک روز چوپان از پیرمردی شرط پادشاه را شنید. پس از آن چوپان شب و روز فکر کرد. او نه خواب داشت و نه خوراک، بلکه تمام ساعات شب و روز به شرط پادشاه فکر می‌کرد تا راه چاره‌ای برای آن بیابد. چوپان پس از روزها فکر کردن تصمیم گرفت به خواستگاری دختر پادشاه برود. او با خود گفت: هم فال است و هم تماشا، بروم بختم را آزمایش کنم، شاید فرجی حاصل شد و شانس به من روی آورد. سرانجام در یکی از روزها گلدهش را در صحرا رها کرد و چوب دستی کجش را برگردن انداخت و به طرف قصر پادشاه به راه افتاد. پادشاه که در این مدت به دروغ‌های خواستگاران دیگر گوش داده بود و دروغ‌های زیادی هم از آنها شنیده بود و هیچ کدام را نپسندیده بود، این بار هم طبق عادت همیشگی چوپان را با اکراه به حضور پذیرفت. پادشاه از چوپان پرسید: ای چوپان، از من چه می‌خواهی؟ چوپان نه تنها از شکوه و جلال پادشاه نترسید، بلکه سینه‌اش را جلو داد و راست در برابر او ایستاد و گفت: ای پادشاه، آمدم بختم را بیازمایم. از چی حرف میزنی؟ شنیدم که پادشاه بزرگ ما شرط بسته که هر کس 40 دروغ سرهم کند میتواند از دخترش خواستگاری کند. حالا من حضور شما رسیدم تا 4-5 تا دروغ سرهم کنم. ذهنم که از من کرایه نمیخواهد، بهتر است از آن استفاده کنم. پادشاه نگاهی به سر تا پای چوپان انداخت. لباس خشن و پشمی پوشیده و کلاه پاره پوره‌ای به سر داشت و چوب دستی کجش هم از روی گردنش آویزان بود. پادشاه از قیافه درهم و برهم او خنده‌اش گرفت و قاه قاه خندید. پس از آنکه خنده‌اش را به زور فرو خورد، رو به چوپان کرد و گفت: ای چوپان نادان، آیا شرط ما را می‌دانی؟ باید 40 تا دروغ مثل زنجیر به هم پیوسته بگویی، در غیر این صورت جانت را از دست خواهی داد. چوپان سرش را پایین انداخت و به چوب دستی تکیه داد و گفت: پادشاها، چه سعادتی بهتر از آن که جانم را فدای شما بکنم. پادشاه که دید چوپان دست بردار نیست،
امر کرد که وزیران و بزرگان دربار جمع شوند. وقتی همگی آنها جمع شدند، پادشاه به چوپان دستور داد دروغ‌هایش را بگوید. چوپان تعظیمی کرد و گفت: ای پادشاه بزرگ، قبل از اینکه حرفهایم را شروع کنم، خواهشی از شما دارم. پادشاه گفت: چه خواهشی؟ چوپان جواب داد: خواهش من این است که شاهزاده خانم هم در این مجلس شرکت کنند. پادشاه خیلی عصبانی شد و عصایش را بر زمین کوبید و از جایش پرید و با غضب به چوپان نگاه کرد و گفت: دخترم را به یک نامحرم نشان بدهم؟ این چه حرفی است که میزنی؟ مگر عقلت را از دست داده ای؟ تو مگر مرا بچه حساب کرده ای؟ چوپان بدون اینکه از غضب پادشاه بترسد، به آرامی چوب دستی کجش را بر گردنش انداخت و گفت: ای پادشاه بزرگ، نیت بدی ندارم. اگر نیت بدی داشتم، دستور بدهید که به چشمانم سرب داغ بریزند. علت این که میگویم شاهزاده خانم هم در این مجلس باشد، این است که شاید حرفهای من مورد پسند شما واقع شود، ولی شاهزاده خانم از آن خوشش نیاید. پس بهتر است دو نفری با هم به حرفهایم گوش بدهید. پادشاه بیشتر ناراحت شد و داد کشید: ای چوپان نادان، تو میخوایی برخلاف شرط من عمل کنی؟ در همین لحظه دختر پادشاه به جمع آنها پیوست و به طرفداری از چوپان گفت: پدر جان، شما ناراحت نشوید، حق با چوپان است. اگرچه شرط را شما بستید، ولی اجازه بدهید حرفهای خواستگاران را من هم گوش کنم. پادشاه کوتاه آمد و موافقت کرد و چوپان هم شروع کرد به دروغ گفتن. قبل از اینکه پدرم با مادرم ازدواج کند و من از مادر زاده شوم، ما از پدر یتیم ماندیم. مردیم تا اینکه 4 نفر باقی ماندیم. روزی از روزها ما هر 4 نفرمان با هم به شکار رفتیم. ناگهان برادر کورم در کنار بوته‌ای که هنوز نروییده بود، خرگوشی را دید که هنوز به دنیا نیامده بود. برادر دیگرم که هر 2 دستش از مچ چلاق بود، با کمان بدون زه تیری بدون پیکان انداخت به سویش و آن را شکار کرد. برادر دیگرم که هیچ لباسی در بر نداشت، آن را در لباسش پیچید. از حرفهای چوپان نه تنها وزیر و بزرگان به خنده افتادند، بلکه خود پادشاه هم خندهش گرفت و شروع کرد بلند بلند خندیدن. دختر پادشاه هم سرش را پایین انداخته می خندید. حرفهای چوپان برای دختر بسیار جالب بود. او بی صبرانه منتظر بود که چوپان حرفهایش را ادامه بدهد. با آرام شدن خنده پادشاه و بزرگان، چوپان به حرفهایش ادامه داد: ما رفتیم و رفتیم تا اینکه به 3 جوی آب رسیدیم. 2 تا از جویها خشک خشک بودند و در جوی سومی هم آبی وجود نداشت. در جوی بی آب 3 ماهی در حال شنا بودند. 2 تا از ماهیها مرده بودند و سومی هم بی جان بود. ما ماهی بی جان را به زور صید کردیم و به راه افتادیم. رفتیم و رفتیم تا اینکه به 3 خانه رسیدیم. 2 تا از خانه ها ویران شده بود و سومی هم نه دیوار داشت و نه سقف و نه بام. در خانه بی سقف 3 تا دیگ پیدا کردیم. 2 تا از دیگ ها شکسته بودند و سومی هم ته نداشت. آنجا 3 تا سپایه هم یافتیم. 2 تا از آنها پایه نداشت و دیگری هم نه ته داشت و نه دیواره. ما ماهی بیجان را در دیگی که ته نداشت گذاشتیم و روی سپایه‌ای که پایه نداشت قرار دادیم. ماهی را بدون آتش پختیم. با اینکه گوشت ماهی لخته لخته کنده می شد، اما موقع خوردن سفت‌تر از چرم بود. ما انقدر خوردیم و خوردیم تا اینکه شکم‌هایمان مثل جوال باد کرد و گردن‌هایمان مثل مو نازک شد. اما از این همه خوردن سیر نشدیم. خنده حاضران به اوج خود رسید. پادشاه که با دقت به حرف‌های چوپان گوش می‌داد، ناخودآگاه فریاد کشید: ساکت!
او با فریاد خود همه را ساکت کرد. چوپان با خیال راحت به دروغهایش ادامه داد. روغن باقی مانده از ماهی را که در دیگ بی‌ته بود برداشتیم و وزن کردیم. بیشتر از 40 من بود. آن را به یکی از چکمه هایم مالیدم تا نرم شود. اما به چکمه دیگر نرسید. شب با سر و صدای بلند از خواب پریدم. دیدم که چکمه روغن نخورده با چکمه روغن خورده دعوایشان شده. آنها را از هم سوا کردم و دوباره خوابیدم. صبح که بیدار شدم چکمه روغن نخوردم قهر کرده و رفته بود. برای یافتن آن به بالای گنبد رفتم و از آنجا اطراف را نگاه کردم، ولی نتوانستم چیزی ببینم. بعد درون دره ای رفتم و جوالدوزی را از یقه‌ام در آوردم و در زمین فرو کردم و بالای آن ایستادم و باز به اطراف نگاه کردم. دیدم که چکمه روغن نخوردم در آن سوی دریا مشغول شخم زدن زمین است. رفتم و بر مادیانی سوار شدم و کره‌اش را به ترک آن بستم و خواستم با آن از دریا بگذرم. مادیان جرأت نکرد به آب بزند و از دریا عبور کند. بعد کره مادیان را سوار شدم و این بار مادیان را ترک آن انداختم و کره اسب را به طرف دریا راندم. نفهمیدم که کی و چگونه از دریا گذشتم. یک دفعه دیدم که در آن طرف دریا هستم. دهنه چکمه قهر کردم را باز کردم و پوشیدم و به راه افتادم. همانطور که می رفتم چشمم به خرجینی افتاد که در کنار یک پشته خاک روی زمین افتاده بود. خرجین را باز کردم. توی آن یک کتاب بود و یک قلم. قلم را گرفتم و شروع کردم به خط خطی کردن کتاب. ناگهان فهمیدم که تمام حرفهایم دروغ بوده. وزیران و بزرگان دربار هنوز هم به حرفهای چوپان می‌خندیدند و با تکان دادن سر حرفهای چوپان را تایید می‌کردند. پادشاه عصایش را محکم به زمین کوبید و داد کشید: ساکت! همه از ترس ساکت شدند. دختر پادشاه نزدیک رفت و گفت: چوپان 41 سخن گفت که 40 تای آن دروغ بود و تنها یکی راست. پادشاه که فکر نمی‌کرد چوپان به این زیبایی دروغ به هم پیوسته بگوید و دلش نمی‌خواست دخترش را به عقد او درآورد، حرف دختر را رد کرد و گفت: زیادم دروغ نگفت. چوپان فقط سرگذشت خود را تعریف کرد. چوپان وقتی دید که پادشاه عادلانه قضاوت نمی‌کند، قدمی به جلو برداشت و گفت: پادشاه، پس شما هم سرگذشت خودتان را که قبل از زاده شدنتان اتفاق افتاده باشد برای ما تعریف کنید. چه دروغ باشد چه راست فرقی نمی کند. پادشاه داشت از عصبانیت می ترکید. عصایش را در هوا چرخاند و گفت: من تنها یک کلمه می گویم. بعد فریاد کشید: جلاد! در همان لحظه جلاد با سبیل کلفت و آویزانش وارد شد. او تبر تیزش را روی دوشش انداخته بود و آماده بود که فرمان پادشاه را به اجرا درآورد. دختر که دید اوضاع دارد خراب می شود رو به پدر کرد و گفت: پدر جان، دیدی که چوپان شرط را به جای آورد. من هم دروغهای او را قبول دارم. پس بهتر است که مرا به عقد چوپان درآوری، چون لایق‌تر و عاقل‌تر از او کسی تا به حال سراغ ندارم. وزیران و بزرگان هم حرف دختر را تایید کردند. پس از آن پادشاه هم تسلیم شد و دستور داد که 7 شبانه روز جشن بگیرند. او دخترش را به عقد چوپان درآورد. پس از مدتی پادشاه از دنیا رفت و چوپان به پادشاهی رسید. او سالهای سال با عدالت پادشاهی کرد. اگر از این داستان لذت بردید، ویدیو رو لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید. کانال رو که سابسکرایب کردید، در کامنت ها برامون بنویسید: من سابسکرایب کردم. روشن کردن زنگوله یادتون نره.